مهمان من روزنامه‌نگاری که وزیر شد و مسئول اعمال سانسور بر مطبوعات و دموکرات لیبرالی که فعالیت سیاسیش را در نوجوانی از یک حزب شبه فاشیستی شروع کرد. آقای همایون، به نظر شما حق انصاف رعایت شده اگه من بگم که شما بسیار طولانی رو در مسیر فکری و عقیدتیتون طی کردید تا امروز، از گرایش به حزب شبه فاشیستی در نوجوانیتون گرفته تا لیبرال دموکرات الان؟ درست است، این سیر فکری همزمان است با سیر زندگی من. به هر حال ما در یک دوران به کلی متفاوتی به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و در شرایطی به نوجوانی رسیدیم که جز گرایش‌های افراطی راهی نبود. همه دنبال گرایش‌های افراطی بودند، از مسلمانان تا چپگرایان تا ما راستگرایان. ولی سودمندی زندگی و تجربه همین است که انسان تصحیح میکند خودش رو و آدم دیگری میشود. و من خیلی خوشحالم که این فرایند همچنان ادامه داشته در من و هنوز اون آدمی که میخواهم البته نشدم. علت گرایش شما به اون حزب سومکاچی بود در موقع؟ اون موقع مصادف بود با اشغال ایران از طرف نیروهای انگلیس و روس و من چون با تاریخ خیلی آشنا بودم اصلا کودکی، و اون حمله متفقین به ایران خاطره 150 سال تحقیر ملی رو در من بیدار کرد و همه اون 150 ساله پوشیده بود از همکاری ها و سازشکاری های خود ایرانیان با این قدرت ها. و بعد از شهریور 20 من دوباره همون صحنه ها رو دیدم، باز همون مزدوری و خدمت به خارجی و آماده بودن برای از بین بردن کشور که 150 سال سابقه داشت در ایران. و در نتیجه واکنشی که ما طبعا می توانستیم داشته باشیم شدیدترین خشونت بود در برابر این افراد. هیچ وجه مشترکی با اونها احساس نمی کردیم. خب حتی کودکی هم بود، من اون وقت 13-14 سال 15 سال 19 سال بود، ولی عمدش همین بود. عمده اون ضربه روحی بود که اشغال ایران در اون شرایط که ما خیال می کردیم یک کشور آباد پیشرفته رو به بزرگی هستیم و چنان ضربه تحقیرآمیزی و بعد اون صحنه های همکاری چپ و راست. ولی بعدها آقای همایون به عنوان یک روشنفکر بسیار تیزهوش، خیلی همردیف شما در اون زمان ها به طور طبیعی گرایش های چپ داشتن، گرایش های لااقل دموکراتیک داشتن، ولی شما بعدها هم گرایشتون به سمت در واقع هم رزم بودن یا در کنار نظام دیکتاتوری بودن حفظ کردید. چپگرایان و دموکراتیک رو من جدا میکنم. من در اون زمان تا این اواخر سالها پس از انقلاب اسلامی نشانی از دموکراتیک در هیچ گرایش سیاسی ایران ندیدم. صحبتش بوده از خیلی روزنامه‌نگاران بیرون هم به گروهی لیبرال حتی خطاب کردن. اصلا امکان ندارد که ما واژه ها رو درست به کار ببریم و اطلاع بکنیم بر این گروه. چپگرایان بودند، ولی چپگرایان به سرعت با شوروی یکی شناخته شدند و در خدمت اونها قرار گرفتند. سال 24-45 کامیون های ارتش سرخ از تظاهرکنندگان حزب توده که خواستار واگذاری امتیاز نفت به شوروی بودند حمایت میکردند. در اون شرایط طبیعی است که کسانی مثلا نمی توانستند به چپ گرایشی پیدا کنند. اما پس از اون دوره یاغیگری و بیارامی و شورش سالهای نوجوانی و اوایل جوانی، من چون زندگیم رو با خواندن تاریخ آغاز کردم از 8 سالگی، من سیر جامعه های پیشرفته دنیا رو به ویژه در اروپا که تاریخش رو خوب آشنا شده بودم موقع دنبال کردم و دیدم که صرف نظر از گرایش های سیاسی یک جامعه نیاز دارد به این که یه زیرساخت هایی داشته باشد، یک ثروتی، ثروت معنوی و مادی تولید کرده باشد، روی هم انباشته باشد تا به جای بتواند. و این میسر نبود جز در یک نظامی که ایران رو داشت اداره میکرد و دست کم ادعای مترقی بودن و پیشرفته بودن داشت و یه کارهایی هم انصافا میکرد. بعد متوجه
تفاوتی که دوران پس از رضا شاه و پیش از رضا شاه و به نظر رسید که رضا شاه در اون موقع بهترین پاسخ مسئله ایران بوده است. و وقتی از 1349 در واقع که من مخالفت با رژیم رو گذاشتم کنار، یعنی با حکومت رو، با رژیم پادشاهی من شما موافق بودم، با حکومت و سیاست رو گذاشتم کنار و سعی کردم از درون کار بکنم، خب واقعیتا یه 10 سالی در 12 سال ایران تکان بزرگی خورد. این است که من با اینکه امکان ورود در دولت برام از همون دهه 40 بود، اوایل دهه 40، ولی در حاشیه سعی کردم که از نظر فرهنگی به این فرایند پیشرفت و توسعه کمک کنم از راه انتشار کتاب ها و روزنامه. خب ولی شما فکر میکنید که به اصطلاح اثری داشتین توی اون زمان ها در جهت سوق دادن ایران به طرف یک نوع جامعه دموکراتیک از طریق فعالیت های فرهنگی شما میفرمایید؟ دموکراسی فقط در جامعه ای به وجود میآید، پا بر جا می شود که اون اسباب رو قبلا فراهم کرد، یعنی اون فرهنگ سیاسی لازم و اون ساختارهای آموزشی و اقتصادی رو. ما در اون زمان تازه داشتیم این ساختارها رو به وجود می آوردیم در یه جامعه هنوز بی سواد که من که به کتابخانه اون زمان بودم می دیدم چه فقری در زمینه مثلا انتشار کتاب هست و چه روزنامه های بزرگترین روزنامه های اون زمان ایران برای من اصلا غیر قابل خواندن بودند، چون انگلیسی می دانستم از روزنامه های فرنگی می خواندم. خب از طریق اصلاح در این زمینه تا اونجایی که توانستم مسلماً کمک های کردم و اثر داشتم. به هر حال روزنامه نگاری ایران به آزایندگان چیز دیگری شد، کتاب های جیبی یه تحول اساسی بود در انتشار کتاب، برای اینکه بهترین کتاب ها با چاپ نفیس بودا، قیمت ارزان و سطح وسیع، و اینا کارهایی بود که به نظر من جنبه ساختاری داشت. خب حالا اگر قبول بکنیم این حرف شما و شواهدی هم باشه برای این صحبت های تو، از دهه 40 به بعد، اواخر دهه 40 تا 50 اینها، اون موقع ها شما خودتون یک در مقالاتی که نوشتین گفتین که قطعا جامعه ایران در اون مقطع دیگه آماده بود برای قبول یک دو دموکراسی اینها، ولی در اون مقطع هم شما برعکس به عنوان یک روزنامه‌نگار بسیار موفق کاملا حرفه‌ای تبدیل شدید به یک وزیری که کارش این بود که سانسور بکنه. من در 1965 اوایل 65 در یه سمیناری در هاروارد یه رساله خوندم، توسعه سیاسی ایران، و در اون رساله بعد از تشریح وضع ایران اونطور که به نظرم رسیده بود پیشنهاد کردم، یعنی این راه به نظرم آمد که ما باید یک جنگ چریکی سیاسی بکنیم، یعنی از درون رژیم درست کنیم رژیم رو، برای اینکه یه رژیم بود سر کار دستش نمیشد زد مگر با شیوه های خشونت آمیز و انقلابی که من دیده بودم نمونه هاش رو، به هیچ چش موافق نبودم، نه با جایگزین مذهبی موافق بودم نه جایگزین چپ، چیز دیگری هم نبود. خب این جنگ چریکی سیاسی چه معنی می داشت؟ این که من بعد از اینکه کارم رو انجام دادم در زمینه فرهنگی که به نظرم دیگه انجام دادم، روزنامه این دوگان سر جاش ایستاده بود و کتاب های جیبی هم در می آمد توسط یک مؤسسه انتشارات دیگر با همون خوبی و شاید هم بهتر، و کارهای دیگه که در اون زمان هم سندیکا و اینا هم که درست کرده بودیم همه دیگه بود. در اون زمان من دیگه آماده بودم که وارد سیستم بشم و از درون کار بکنم، برای اینکه با نوشتن و بحث و سخنرانی اینا چیزی حل نمی شد. در نشه تصمیم گرفتم که وارد میدان بشم و از 1354 یعنی 75 وارد کار سیاسی شدم و به سرعت در اون 2 ساله دیگه تا اونجایی که میشد رفتم. خب ولی جواب سوال من رو ندید. باز میرسیم به اینکه تعبیر ما از سانسور و دموکراسی چیه و گفتار آزاد چیه. اگر کلیشه به کار ببریم و کلیشه‌ای فکر کنیم، بله سانسور بعد از آزادی گفتار خوب است، روزنامه باید آزاد باشد. کدوم روزنامه باید آزاد باشه؟ کدام روزنامه نگار باید آزاد باشد که بتوان سانسور رو برداشت؟ و در چه جامعه؟ در یک نظام سیاسی که دستگاه دادگستریش کار بکند. دستگاه دادگستری ما کار نمی کرد.
هر جا زور بود نفوذ بود می ایستاد. من عضو هیئت منصفه مطبوعات بودم به این معنا که اگر شکایتی کسی از روزنامه می کرد ما به عنوان جوری می رفتیم. بارها منو دعوت کردن که فلان روز فلان جلسه، هیچ وقت تشکیل نشد. می ترسیدن سراغ روزنامه ها نمی رفتن. می خواستم یه خانه برای خودم اجاره کنم بعد از اینکه مادرم مرد، خانه‌مو فروختن اونجا زندگی کنم. کسی من خانه اجاره نمیداد چون روزنامه نویس بودم. بالاخره از راه دوستی و در اون شرایط مسلم از وقتی شما یک طرف آزادی مطبوعاتتون کریم پور شیرازی است، یک طرف دیگرش محرم علی خان میشود. باید معادله رو در نظر گرفت. دو سر معادله همیشه توی جامعه میخوانه با هم. این نکته ایست که ما در فرهنگ سیاسیمون نمیشناسیم. نمیدانیم که یک معادله دو سر داره. شما در واقع آقای حبانی میگین که شما وارد سیستم شدین، وارد نظام حکومتی شدین که بتونین این تکلیف این معامله رو روشن بکنین یا معادله رو روشن بکنین. معادله رو چه جور؟ همون چه کار کردم؟ کارهایی که میخواستم بکنم و شروع هم کرده بودم، اولش همه گفتن ما سانسور نمی کنیم روزنامه رو، همون فردای روز که سانسور برداشتیم. ولی وقتی سانسور بردارید در نظامی که نمیشود حرف زد، باید تکلیف روزنامه‌نگار معلوم باشه. ولی روزنامه‌نگار دائما باید تلفن کنه آقا اینو بزنم نمی‌زنم یا چاپ کنه فردا. از معمولا هم شاه بود، اول از همه خود شاه ناراحت می‌شد بعد میومد پایین. خلاصه این سانسور رو داشتیم، بعد یه دستور عمل نوشتیم بر روزنامه‌ها که این مطالب رو بپرسید و چاپ کنید، این مطالب هم آزاد بشه. مطالب آزاد مربوط به حکومت، دستگاه دولت، کابینه، وزارتخونه، هر چی بخواید بنویسید جوابشون رو با چاپ کنید. تو نمی‌کردن، اونم حاضر نبودن. ولی اون چیزی رو نظر شاه بود نه باید بپرسید. معلومه که باید سانسور کرد اون مزدسال. مگه شما میگذاشت که شما یه روز بله دو روز میشد بعد همه چیز به هم بره. برمیگردیم به صحبت که خودتون کردین در مقالات متعددتون که جامعه آماده بود از چهل ولی من 39 آماده بود برای یک نوع دموکراسی. چه کسی رو یا کسانی رو شما مسبب این میدونین که نذاشتن جامعه متحول بشه در اون مقطع؟ خیلی ها میدونین هر دو طرف طیف سیاسی بلد. هر دو طرف سیاسی. از شاه اون طرف، چون شاه بعد از 1339 حقیقتاً میخواست باز کنه و جبهه ملی رو دعوت کرد و خلیل ملکی رفت و داستانش مشهور است. به بنبست رسیده بود، هنوزم چیزی در چنته نداشت به عنوان دستاورد بزرگ و آماده بود. خب جبهه ملی زیر بار نرفت، چپ هم که تکلیفشون روشن بود سوده. اون از اون شاه هم بعد از اینکه اون برنامه اصلاحات اجتماعی که حقیقتاً برنامه درخشانی است بود، او رو اجرا کرد، دوچار یک غروری شد و دوچار یک خوشبینی فوق‌العاده کرد. یه نیازی ندارم به نیروهای دیگر، من دارم کارم میکنم، مردم هم که طرفدار، مردم هم واقعا طرفدار شد. دانش موضوع اصلا از بین رفت، منتفی شد. و بعد واکنش نیروهای مخالف در برابر اون برنامه اصلاحی اصلا شرم‌آور بود. مگر میشود که انسان با برنامه اصلاحات ارضی مخالفت کنه؟ چون مثلا شاه کرده، خب هر کی کرده باشه. همه اروپا بر اصلاحات ارضی رو شاهان کردن، در همه اروپا شاهان مستبد، این طبیعی. ولی میگم ولی با وجود مخالفت ها میدونی که این مخالفت ها همون زمان سرکوب شد و امکانات نظام شاهنشاهی محدود نشد برای اصلا. اصلا وقتی با برنامه اصلاحات ارضی حق رأی زنان سهیم کردن کارگران مخالفت میشه، معلومه اصلا دیگه از اون طرف میفته. یعنی شاه نه تنها تحقیر کرد مخالفانش رو، اصلا کینه پیدا کرد که شما چی میگین اصلا، اصلا شما با کی هستین؟ نه، وقتی شما همه چیز رو بخواید هیچ چیز گاهی گیرتون نمیاد. مخالفان همه چیز میخواستن.